Today, the Department of Justice is announcing charges against two people who allegedly attempted to carry out a deadly plot that was directed by factions of the Iranian government to assassinate a foreign ambassador here in the United States. Mansour Arbabsiar, a naturalized United States citizen who holds an Iranian passport and was arrested last month in New York, is accused of working with members of an arm of the Iranian Revolutionary Guard Corps to devise an international murder-for-hire scheme targeting the Saudi Arabian ambassador to the United States. According to the complaint filed today in the Southern District of New York, Arbabsiar is alleged to have orchestrated a $1.5 million assassination plot with Gholam Shakouri, an Iranian-based member of the Quds Force, and other Iranian co-conspirators. Now, the Quds Force is a unit of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. It is also suspected of sponsoring attacks against the coalition forces in Iraq and was designated by the Department of Treasury in 2007 for providing material support to the Taliban and other terrorist organizations. The complaint alleges that this conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran and constitutes a flagrant violation of U.S. and international law, including a convention that explicitly protects diplomats from being harmed. In addition to holding these individual conspirators accountable for their alleged role in this plot, the United States is committed to holding Iran accountable for its actions. Arbabsiar and Shakouri are charged with conspiracy to murder a foreign official, conspiracy to use a weapon of mass destruction, and conspiracy to commit an act of international terrorism, among other charges. Arbabsiar has been in custody since September the 29th, 2011, while Shakouri, based in Iran, remains at large. Today, the Department of Justice. درود بر شما همه هممیهنان عزیز و گرامی، فضایل عزیزان هستم. این برنامه همونطور که میدونید هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت آتلانتا، واشنگتن و نیویورک پخش می شود. امروز 16 اکتبر 2011 میلادی برابر با 25 مهر 1390. تصاویری که مشاهده فرمودید مربوط به 5 روز پیشه که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک اقدام ناکام تروریستی و که از سوی شاخه گست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هدایت و رهبری شده خنثی کردند و یک نفر در این رابطه به نام منصور عربسیار متهم به این عملیات تروریستی شده که از یک هفته پیش در بازداشت نیروهای به اصطلاح آمریکاییه و به اعتقاد من این خبر بسیار مهمه، نه خود خبر بلکه کارکرد خبر مهمه، چرا که اکثر مقامات عالی رتبه آمریکا از جمله خود اوباما تمامگرد وارد شدن و این موضوع اعلام کردن که سپاه گست گست ترور یکی از دیپلمات‌های عربستان سعودی در واشنگتن داشته و بنابر آنچه که مقامات آمریکایی اعلام می‌کنند قرار بوده بعد از این ترور، این ترور هم که گویا در رستورانی که این دیپلمات سعودی عادت داشته که به اونجا بره و برخی از سناتورهای آمریکایی نیز به اون رستوران رفت آمد داشتن، قرار بود اونجا ترور بشه و بعد از این اقدامم میخواستم سفارت اسرائیل رو بمب‌گذاری کنم. این آنچه که ادعا میکنن مقامات آمریکایی هست، اما از سوی دیگر صرف نظر از این که مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول این نوع مسائل رو تکذیب میکنن، مهمترین مسئله اینه که حتی خود مطبوعات آمریکا، واشنگتن پست و نیویورک تایمز و دیگر تلویزیون‌های آمریکایی از جمله فاکس نیوز بر درستی این ادعا تردید دارن و
میگویند که امکان ندارد که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی رژیم شاخه برونمرزی سپاه پاسداران گودز فورس نیروی گودز چنین اشتباه فاحشی رو بکنه که بیاد و $10,000 به حساب یک گاتاخچی مواد مخدر در نیویورک واریز کنه که گویا این گاتاخچی مواد مخدر نیست، خبرچین FBI بوده. شخصی هم که دستگیر شده آقای منصور عرب سیار یا عرب سیار، ایشون نیز روزنامه های آمریکایی و همچنین یک تلویزیون محلی در هیستون تگزاس طی مصاحبه هایی که با دوستان شخص دستگیر شده داشتن، آقای منصور عرب سیار رو شخصی توصیف کردن که غیر مذهبی بوده و با اسم مستار جک ایشون رو میشناختن تو محله، به خاطر اینکه علاقه شدیدی به یک نوع ویسکی خاصی به نام جک دانیال داشته، ایشون رو جک عنوان میکردن. و خیلی جالبه، یه آدمی که گویا دائم الخمرم بوده، همیشه مشروبات الکلی ویسکی مصرف میکرده و به گفته نزدیکانش دچار حواس پردی شدید بوده و فروشنده دست دوم ماشین در تگزاس بوده، ایالت تگزاس، که این شخص اومده و با سپاه گودز رابطه برقرار کرده. بعد از شک و تردیدها که خود مطبوعات آمریکا انتشار دادن، دوباره دیروز حتی خود اوباما تاکید داشت که اگر ما نمیدانستیم و مطمئن نبودیم که کار نیروهای اطلاعاتی رژیم سپاه گدسه، ما به هیچ عنوان اعلام نمی کردیم. اما یک کارمند اسفگ CIA به نام مک کاردن نیز درستی ادعای مطرح شده را زیر سوال میبره و ایشون نیز معتقده که این بیشتر به یک سناریو شبیه. ببینید، در این که جمهوری اسلامی ماهیت تروریستی داره تردیدی نیست، در این که جمهوری اسلامی در جاهای مختلف مثل آرژانتین و دیگر جاها اقدامات تروریستی انجام داده و گروه های تروریستی چون حزب الله لبنان و حماس رو حمایت میکنه، شک و تردیدی نیست. و اینکه بسیاری از حتی سرویس های اطلاعاتی پیشرفته نیز ممکنه اشتباهاتی بکنن کما اینکه میکنن، حرفی نیست. ولی صحبت اینجاست که واقعا حتی اینجا از یه نوجوان بپرسید بالای $10,000 در آمریکا به هر حسابی واریز بشه، IRS و نیروهای امنیتی آمریکا مانیتور میکنن، ریگیری میکنن که این حساب، به این حساب که بالای $10,000 واریز شده، از کدوم منبعه و مبادا اینکه این پول به مقاصد تروریستی خرج بشه. و اینکه بیان $100,000 به حسابی مستقیما به حساب گاتاخچی مواد مخدر، گفتم که مأمور FBI بوده در واقع، ریخته بشه، این بسیار تردیدها را بیشتر کرده که واقعا آیا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی نمیدونسته که اگه این پولو بریزه، اصلا این خود همین $100,000 باعث میشه که به این موضوع شک کنن و نهایتا نتونن کارهای تروریستی خودشون رو انجام بدن. و موضوع دیگه این که من بسیار تحقیق کردم و زوایای مختلف رو در این مورد بررسی کردم، تصور میکنم که این کار نمیتونه کار جمهوری اسلامی باشه. من به عنوان یک مخالف جمهوری اسلامی، به عنوان یک ناظر سیاسی، به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان کسی که 3 دهه از عمرم رو در
درون مرزهای ایران سفری کردم و با توجه به اینکه به علت ماهیت کارهایی که داشتم مرتبا از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار می گرفتیم و کار و کارچرد سپاه قدس رو ما حداقل آشنایی داریم که به هیچ عنوان نمیاد همچین کاری بکنه و اون هم با این اشتباهات فاحش پول رو ریختن در حسابی در بانک نیویورک و استفاده از شخصی که دچار حواس پرتی بوده و حتی خانومش به خاطر این حواس پرتی هایی که آقای منصور عرب‌سیار داشته از ایشون جدا شده، بنابر آنچه که تلویزیون محلی در تگزاس ادعا کردن. من تصور میکنم با توجه به اطلاعاتی که تقریبا 5 ساعت پیش یکی از روزنامه های پاکستان انتشار داد، یک مقام ارشد اطلاعاتی پاکستان ادعا کرده که 3 ماه پیش سرویس اطلاعاتی موساد مدارک جعلی در اختیار منصور عرب‌سیار قرار داده. اگه اینو جمهوری اسلامی میگفت باز ما تردید داشتیم، ولی یک مقام اطلاعاتی پاکستان گفته. اما کارکردی که این خبر داره بسیار مهمه. من فکر میکنم که اگه واقعا اونطوری که مقام ارشد اطلاعاتی پاکستان ادعا میکنه این کار سرویس اطلاعاتی موساد اسرائیله، اسرائیل خودش به تنهایی نمیتونه بدون بهره گیری از یک گروه های انسانی یا برخی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی دست به این کار بزنه. این کار چه سودی اصلا برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟ جیرم اصلا رفت و این کار رو انجام دادن و ترور کردن، چه سودی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ همه شواهد حکایت از این داره که این بهانه تراشیده شده و داده شده دست امریکایی‌ها و حتی ممکن بود و الان هم احتمالش هست که اعلام جنگ بشه. و برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به بحران شدیدی اقتصادی که در ایالات متحده وجود داره، آمریکا ممکنه برای فرار از این بحران اقدام به جنگ افروزی کنه و به ایران حمله کنه، که امیدوارم این اتفاق نیفته. مسئله‌ای که این خبر رو پیچیده میکنه اینه که ببینید هم جمهوری اسلامی سابقه دروغگویی زیادی داره، هم مقامات آمریکایی. ما در جنگ عراق هم دیدیم که گفتن عراق تسلیحات اتمی داره و بعد این که حمله کردن به عراق هیچ نوع تسلیحات هسته‌ای یا اتمی رو نتونستن پیدا کنن. بنابراین اعتماد مردم آمریکا به آنچه که مقامات آمریکایی میگویند کم شده. و از سوی دیگه خود جمهوری اسلامی هم همچنین بارها ما شاهدیم شهروندان آمریکایی و یا شهروندان که دارای دو تابعیت آمریکایی و ایرانی هستن دستگیر کردن و ادعا کردن که اینا جاسوس آمریکا هستن. یا بارسترین نمونه آن دستگیری آقای ریجی بود که ادعا کردن مقامات آمریکایی به اینا تجهیزات میدادن، آموزش میدادن، ادعایی که به هیچ عنوان جدی گرفته نشد و از سوی طرفین آمریکایی تکذیب شد. برخی از تحلیلگران نیز از احتمال دخالت سازمان مجاهدین خلق در این مورد میگویند و معتقدند که موساد نمیتونه بدون همکاری با سازمان مجاهدین خلق چنین بهانه‌ای رو برای امریکا بتراشه. و دلایلی که عنوان میکنن اینه که سازمان مجاهدین خلق بسیار تلاش کرد که در ماه‌های اخیر خودش رو از لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج کنه. با وجود تلاش‌هایی که چرد جرده همارهایی که در فرانسه داشت، در واشنگتن داشت، نتونست این کار رو بکنه و معتقدن که
با این بهانه‌ای که به دست آمریکا یا دادن و احتمال اینکه آمریکا به ایران حمله کنه، اگه آمریکا به ایران حمله کنه ناگزیره به عنوان یک گزینه نظامی به سازمان مجاهدین خلق نگاه کنه و این سازمان رو از لیست گروه های تروریستی خودش خارج کنه و به عنوان یک بازوی نظامی در یک حمله احتمالی به ایران مورد استفاده قرار بده. اینها یک سری جمانه‌زنی هایی با توجه به داده های اولیه که شده میشه و فکر میکنم اینجا هم جمانه‌زنی کردن مثل یا حدس و جمان در مورد یک خبر مثل جمهوری اسلامی نیست که به جن تشویش اسان عمومی میکنید و مورد دستگیری و یا حمله نیروهای امنیتی قرار بگیریم. در هر حال این خبر از این بابت که کارکردش مهمه و ممکنه حتی بعد از این خبری که اعلام کردن سناریوی دیگه‌ای پرده دیگه ای از این سناریو رو به نمایش بذارن زیاده و امیدوارم که در هر حال این مسئله به پایان بپذیره و این امر باعث نشه که امریکا به ایران حمله کنه. و موضوع دیگه که این مسئله را با تردید جدی مواجه ساخته اینه که امریکایی ها ادعا کردن که آقای منصور عرب سیار حتی تلفنی با رابط خود آقای شکوری در ایران در تماس بوده و حتی این مکالمه را دارن و هنوز این مکالمه‌ای که ادعا می‌کنن ضبط شده ارائه نکردن و این به تردیدها اضافه میکنه که آیا واقعا در یک عملیات تروریستی که قرار بود انجام بپذیره روی تلفن این مسائل رو عنوان میکنن؟ آیا شگرد معمول سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی این گونه است که به این راحتی با توجه به اینکه همه مکالماتی که به خارج از امریکا میشه مخصوصا بعد از 11 سپتامبر کنترل میشه به اساس مسئله را با زیر سوال برده؟ موضوع دیگه که در ضمن من خطا را باز خواهم کرد از آقای سلوی عزیز خواهش میکنم شماره تلفن ها را در حین برنامه بذارن که شما چه میاندیشید؟ آیا این کار سپاه قدس شاخه سپاه پاسدارانه؟ آیا این کار سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساده؟ آیا سازمان مجاهدین خلق میتونه نقشی احتمالی در این موضوع داشته باشه؟ این موضوع به قدری عجیب و غیر معمول مثل این میمونه که برفرض بریزن از دفتر تلویزیون مردم بجن تو دفتر تلویزیون مردم 100 کیلو هروئین پیدا کردن و آقای سرگی و به اتهام داشتن 100 کیلو هروئین و مواد مخدر دستگیر کنند. یعنی اینقدر غیر معموله. به همین خاطر من خطا را باز خواهم کرد. همیهنان عزیز سعی کنید که زیر 3 دقیقه صحبت کنید تا به یه نتیجه برسیم و در مورد همین موضوع که عرض کردم طرح ترور ناکام در ایالات متحده آمریکا توسط شاخه سپاه پاسداران موسوم به سپاه قدس صحبت کنید. اما اگه از این موضوع بگذریم، موضوع دیگه‌ای که بسیار مهمه تغییر و تحول در نظام جمهوری اسلامی. سید علی خامنه‌ای اخیراً اعلام کرد که احتمال اینکه بازنگری بشه در سیستم حکومتی بسیاره، در البته در آینده دور عنوان کردن و گفتن که میتونه کشور به صورت پارلمانی اداره بشه، که من فکر میکنم منظور سید علی خامنه‌ای از تغییر نظام به نظام پارلمانی اینه که اصلا پست ریاست جمهوری رو حذف کنن و به یه نوع
ولایت فقیه پارلمانی تبدیل کنن، همونی که برخی از طرفداران استبداد پیشین به دنبالشن، یعنی نظام پادشاهی پارلمان، که در واقع چیزی جز این نیست که یک نفر در رأس حکومت قرار میگیره و احتمالاً یک نفر دیگه به عنوان نخست وزیر، البته عنوان میکنن برای اینکه مجلس بتونه کنترل بیشتری بر کارهای نخست وزیر داشته باشه، در آینده ممکنه این کارو انجام بدن و همه اینا حکایت از این داره که رژیم از یک فروپاشی احتمالی در آینده میترسه، مخصوصا اینکه برخوردهایی که با احمدی نژاد داشتن ولایت فقیه رو در ترس و وحشت فرو برده، که برای جلوگیری از چنین برخوردهایی مجبور شده که این اصلا پست ریاست جمهوری رو حذف کنه، که بسیار خطرناکه، و تبدیل کنه به دیکتاتوری تمام عیار مذهبی. شماره تلفن ما 404-453-6461. دوستان میتونن زنگ بزنن و در مورد این حمله تروریستی که ناکام بوده و الان در چند روز اخیر همه مطبوعات و رسانه‌های آمریکا و حتی اروپا صحبت میکنن، اظهار نظر کنن و بگویید که شما چه میاندیشید در مورد این تحریک تروریستی سپاه مسترد. خبر دیگه و مسرت بخشی که میخواستم عنوان کنم اینه که سه تن از کارمندان فاسد در صدای امریکا اخراج شدن. من از بابت این تغییر و تحولات گسترده و خانه تکانی که در صدای امریکا انجام میپذیره واقعا به رئیس جدید صدای امریکا تبریک عرض میکنم. واقعا این خبر برای من مسرت بخش بود. من ایمیل ها و فکس های بسیاری در مورد فساد اخلاقی کارکنان صدای آمریکا و دیکتاتوری اونها به زبان انگلیسی عنوان کرده بودم، در سایت هم نیز این مسائل رو افشا کرده بودم. حالا آقای جمشید چالنگی، گفتم که ایشون متهم شده بودم به اذیت و آزار جنسی، و آقای احمد باطبی و کوروش صحتی یک مافیایی درست کرده بودن در صدای امریکا و عرصه را بر فعالین واقعی تنگ کرده بودن و نمیذاشتن که واقعا صدای آزادی خواهان و شهروندانی که واقعا زجر کشیدن چه چند دیدن به گوش هم میهنان برسه، و امیدوارم که بعد از اینها نیز این رئیس این باند فساد که آقای علیرضا نوری‌زاده است، ایشون نیز اخراج بشه. من به واقعا به رئیس جدید صدای آمریکا خودم هم فکس فرستادم، ایمیل کردم و به نوبه خودم تشکر کردم از اخراجی که به عمل آوردن و این فاسدین رو از صدای آمریکا اخراج کردم. دوستان خواهش میکنم زنگ میزنید با نو نمبر زنگ نزنید، یعنی شماره تون الان آقای زنگ میزنه شمارهش نمیفته، و کسانی که با بلاک نمبر زنگ میزنن من نمیتونم خط رو به روشون باز کنم. حداقل با شماره تماس بگیرید که شماره تون بیفته، تا اگه میخوای صحبت کنید یه شماره باشه که شماره تون بیفته تا بذارم روی خط و صحبت کنید. این همیهنان که از صدای آمریکا اخراج شدن، اکنون برابر آنچه که اخباری که به دستم رسیده، الان میخوان به اصطلاح بیانیه صادر کنن علیه رئیس جدید صدای آمریکا و علیه کیهان شریعت مداری، نیروهای امنیتی رژیم، علیه نایاج، زمین و زمان رو میخوان به هم ببافن، آسمان ریسمان کنن که بله ما اخراج شدیم به دلیل این بود که ما علیه جمهوری اسلامی بودیم.
و الو بفرمایید. گچ بله، میخوان به این نوع مظنون نمایی کنن که بله ما اخراج شدیم، کار گروه نایاچ بوده و نمیدونم کیهان شریعت مداری نقش داشته در اینا. حتی روند کاری که معمول شده، مرسوم شده در متاسفانه در برخی از مخالفین نماهای جمهوری اسلامی بدین گونه است که حتی اگر خانوم های اینا از خودشون طلاق بگیرن، میگن حسین شریعت مداری در تهران و نمیدونم وزارت اطلاعات توطئه کرد، خانم من از من جدا شد. هر چیزی که در زندگیشون اتفاق بیفته ربط میدن به جمهوری اسلام. آخه این که نمیشه. شما هر کاری میخواید انجام میدید و تصور میکنید چون ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی میکنید دارای یک حاشیه امنی هستید و کسی هم نمیتونه از شما انتقاد کنه. شما اخراج شدید به خاطر اینکه فاسد بودید، به خاطر اینکه دیکتاتور بودید و هیچ خبری بهتر از این منو شاد نکرده بود که واگند افرادی که دیکتاتوری میکردن و صدای شهروندان آزادیخواه رو میبریدن اکنون خودشون از اون عرصه اطلاع رسانی خارج شدن. صدای آمریکا وضعیتش به گونه‌ای به هم ریخته که حتی دیدیم که خود باراک اوباما هم چی میخواست پیغام نوروزی بده، معمولا رسم و عرف بر این بود که از صدای آمریکا استفاده میکردن وقتی که پیغام نوروزی میدادن به هم‌میهنان رفتن و از بخش فارسی بی بی سی استفاده کردن. آقایی از لس آنجلس با من تماس گرفته بود. دوستان در مورد ایمیل هایی که به من میکنید یا تلفن هایی که کردید یک نکته تا یادم نرفته اینو عرض کنم که دوستان از لس آنجلس یا از دیگر شهرهای امریکا زنگ میزنن یا از اروپا زنگ میزنن. آقای مازندرانی زنگ زده بود میخواست که من باهاشون مصاحبه داشته باشم، گفتم که 10 دقیقه بیشتر نمیتونم چون وقت من 1 ساعت بیشتر نیست. و برخی از دوستان نیز پیغام گذاشتن و میخوان مستقیما شخصا با خود من تماس بگیرن که متاسفانه امکان این که با تشتچ شما عزیزان، با تشتچ شما هم میهنان گفتگو کنم وجود نداره. و اگه پیغامی دارید میتونید در زیر 3 دقیقه رو پیغامگیر ضبط کنید، من در برنامه هم از اینها استفاده خواهم کرد. ولی امکان این که واقعا با همه شما چه مایل به صحبت کردن با من هستید تماس بگیرم واقعا وجود نداره. نه وقتشو دارم نه واقعا اون هزینه‌ش موجوده که هزینه تلفن و مسائل اجازه نمیده که من با تشخیص شما عزیزان صحبت کنم. اما یکی از همیهنان عزیز که قبلا چند نوبت برنامه منو اسپانسر کرده بود و مایل نیستن که اسمشون فاش بشه، زنگ زدم به تلویزیون مردم و با گفتگو با آقای سلوی عنوان کردن که به خاطر اینکه من برنامه ویژه در مورد اهمیت یادگیری به زبان مادری و محرومیت از تحصیل به زبان مادری چه عواقبی ممکنه داشته باشه صحبت کرده بودم که گویا به مزاج ایشون خوش نیومده بود و گفته بودن که میخواستن دوباره حمایت کنن برنامه های تلویزیونی منو، یعنی پول این ایرتایمشو بدم به تلویزیون کوچه. گفتن به خاطر این مسئله حاضر نیستن که حمایت کنن. من اولا از شما همیهن عزیز که چند نوبت برنامه های منو به اصطلاح ساپورت کردید و پول ایرتایم رو ریختید به حساب تلویزیون مردم و باعث شد که باری از دوش من برداشته بشه تشکر میکنم. ولی اینکه شما زنگ بزنید و
یا هزینه کمک کنید به برنامه تلویزیونی من و پول ایرشو بدید و مطابق اون به من دیکته کنید که از چه برنامه هایی استفاده کنم و از چه برنامه هایی استفاده نکنم، در مورد چه موضوعاتی صحبت کنم و در مورد چه موضوعاتی صحبت نکنم. من اینو نمیپذیرم، من ترجیح میدم برنامه نداشته باشم ولی به عنوان آلت دست قرار نگیرم. من گفتم من عامل نه یه کسی شدم نه عامل یه گروهی شدم، تا حالا مستقل موندم و این مستقل موندنم بالاخره سخت هزینه هایی داره، متحمل شدم و افتخارم اینه که اگه بتونم باشم عامل مردم هستم یا عامل مردم باشم. پس بنابراین با کمال احترامی که به شما قائل هستم، این با میل و اختیار خودتون چند نوبت برنامه های منو ساپورت کردید و با میل و اختیار خودتون هم ساپورت نمی کنید و به نظر من مسئله خاصی نیست، ولی این روح دیکتاتور پروری در وجود ما هست، روح خودمون هم یه پاد دیکتاتوریم. این نشون میده که با وجود اینکه ما دم از آزادی بیان میدنیم و معتقدیم که همه باید حرفای خودش رو بزنن، ولی میبینیم که برخی وقتا از باز شدن برخی مباحث از جمله اهمیت یادگیری به زبان مادری، یادگیری به زبان مادری، اهمیت تحصیل به زبان مادری، این مورد خوشایند برخی از دوستان قرار نمیگیره و مخصوصا در مورد دکتر چهرگانی که من به ایشون تریبون دادم و از برنامه من صحبت کردم، من گفتم موافق این موضوع نیستم و موافقان چندانی هم نداره گفته های دکتر چهرگانی، ولی مهم اینه که این حرفا گفته بشه، این فضا وجود داشته باشه که همه بتونن صحبت کنن. حتی منی که مخالف ایشون بودم به ایشون تریبون دادم. اگه تریبون ندیم دست این دوستان که در اقلیت هستن، این باعث میشه که مظلوم نمایی کنن و از این مسئله به نحوی سوء استفاده کنم و چنان که می کنم و در این بر اون بر در جاهای مختلف در محفل هایی که تشکیل می دن ادعا می کنن که به اینها تریبونی داده نمیشه تا بتوانن آزادانه عقاید خودشونو منتشر کنن و خواهش میکنم از دوستانی که به هر دلیلی میخواهید به برنامه من کمک کنید، اگه متعاقب این مسئله میخواهید مسائلی رو عنوان کنید که من چیو بگم و چیو نگم، کمک نکنید. اگه بخواهید برای من خط مش تعیین کنید، چون تصور میکنم من شخص مناسبی نیستم برای این مورد، من اگه میخواستم خط مشی رو قبول کنم خب وارد یه حزب و دستی میشدم و خط مش اون حزب و دستی رو میرفتم، ولی من احساس میکنم که بسیاری از مسائل هست که حتی مخالفین جمهوری اسلامی اونو عنوان نمیکنن. اما خبر بسیار خوشایند دیگه که آقای سربی مدیریت محترم تلویزیون مردم به من دادن در مورد یکی از اساتید دانشگاه در ایالت ویرجینیا هست که در فکر میکنم 27 جولای یا 28 جولای به من زنگ زده بود آقای مهدی ناظر و ادعا کرده بود که وکیل احمد باطبیه و گفته بود که میخواد هم من و هم تلویزیون مردم رو به اصطلاح سو کنه، که گویا بعد از صحبت‌هایی که در کانون ایرانیان در واشنگتن انجام پذیرفته، من همینجا تشکر می‌کنم از استاد روبی جرامی، بالاخره متقاعد کردن آقای مهدی ناظر رو که کاری که انجام داده و خودش رو به عنوان یکی وکیل دادگستری معرفی کرده به من کار اشتباهی بوده و زنگ زده به تلویزیون مردم و از آقای سربی و من عذرخواهی کرده
و واگر من شهامت شما را تحسین می کنم آقای ناظر. واگر الان من فهمیدم که شما لیاقت استاد دانشگاه بودن رو دارید. وقتی اشتباهی می کنید می آید و عذرخواهی می کنید. این یک صفت و ویژگیه که بسیار نادر و کمیابه در بین کسانی که ادعای آزادی خواه بودن می کنن. و من از همینجا از آقای صاحبی و از دوستانی که در کانون ایرانیان در واشنگتن این موضوع به عنوان یک معضل بررسی کردن، مسئله شخص بنده نیستن، مسئله یا مسئله آقای صاحبی یا تلویزیون مردم نیست، موضوع اینه که واقعا تا چه میخواییم ما درویی کنیم و به یک تلویزیونی زنگ بزنیم از سوی یک شخصی که نه به ما وکالت داده، نه ما خودمون وکیلیم، زنگ بزنیم و از شخص رو به اصطلاح بترسونیم از طریق معرفی کردن خودمون به عنوان یک وکیل گلابی. اما مسئله دیگه ای که میخواستم عنوان کنم، چندین تلفن داشتم و دوستانی زنگ زدن و به من توهین و اهانت کردن در مورد حرفایی که در مورد تیمسار روحانی گفتم و گفتن که چرا من ایشون روانی خطاب کردم، و برخی از دوستانی زنگ زدن و گفتن که ما این ویدیو کلیپ رو ندیدیم، ویدیو کلیپی که گفته آقای تیمسار روانی یا همون روحانی گفته که سلطنت هنوز سرنگون نشده و انشالله نیز سرنگون نخواهد شد و یک سری حرفای مزخرفاتی گفته و من به خاطر همین ایشون رو روانی خطاب کردم. این ویدیو کلیپ رو ببینیم و برگردیم. دوستان خطوط تلفنی باز 404-453-6461 شماره تلفنیه که با اون میتونید زنگ بزنید و در این برنامه مشارکت کنید. ویدیو کلیپ رو در مورد این تیمسار روانی ببینیم، برگردیم. چند دقیقه بیشتر نیست، فکر میکنم 3 دقیقه بعد در مورد این ویدیو کلیپ هم صحبت خواهیم کرد و یا احیانا تلفنی داشتیم میتونیم صحبت کنیم. من سرلشکر خلبان مهدی روحانی، فرمانده گروه نظام سیاسی عقاب ایران هستم. گروه عقاب ایران تنها گروهی است که امروز پابرجا در منطقه وارد عمل هستش. گروهی هست نظامی سیاسی، طرحی برای نجات جوانان عزیز ایران و خود ایران داریم که طرحمون مورد تایید بسیاری از مقامات نظامیه که اکثرا دوستان من هستن در دنیا قرار گرفته و مسلم من مطمئن هستم که با همین طرح ما مملکتمون رو در با خدمت دوستان سیاسیمون به نجات خواهیم رسوند. میخوام یک سوال اساسی طرح کنم. چرا انقلاب 1979 میلادی یا 1357 خورشیدی به وقوع پیوست و چرا حکومت سلطنتی در کشور ما سرنگون گشت؟ والا حکومت سلطنتی به عقیده من هنوز سرنگون نگشته، ایشالله که نگرده. مربوط به اینه که مردم چی دلشون بخواد. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ خب میدونین که صحبتهای بسیار زیادی روش هست. خیلی ها بر این باورن که سیستم شاهنشاهی یک سیستم استبدادی بود و شاه یک دیکتاتور. دیدگاهتون در رابطه با این نظریه و با این تفکر چیست؟ والا من کلن مخالف این صحبت هستم، به دلیل اینکه من در 8 ماه آخر عمر اعلیحضرت در خدمتشون بودم. در قاهره تقریبا روزا میرفتم خدمتشون، صبح بیشتر اخبار دنیا رو براشون تعریف میکردم، ایشون هم مطالبی داشتن با هم صحبت میکردیم. این فرمی نیست، ما باید این داشته باشیم. الان کجای دنیا داریم ما سراغ داریم کشوری باشه که داره گرفتاری نباشه؟ گرفتاری سیاسی، گرفتاری اقتصادی، انواع و اقسامش. ما هم یه کشوری بودیم که خب ما هم یه چیزی یه گرفتاری توش داشتیم. اون وقت کجا میره اون پیشرفت‌های سنگینی که مملکت ما داشت؟ و هیچ کشوری در حدود 17 سال پیشرفت‌های غیر قابل تصوری که ما داشتیم هیچ وقت نداشته. همه کشور، مگه امریکا الان اشکال نداره؟ انگلستان، فرانسه، آلمان،
کدومشون بی اشکالن؟ همه اینا اشکال داشتن، ما یه مقدار اشکال داشتیم، دشمنی ها بودش که این اشکالاتو گذاشتن زیر ذره بین، بزرگ کردن که به جهان بگن که اگه ما داریم این کار غلط رو میکنیم دلیل اون یه همچین چیزیه. ولی در کشورهای آزاد و دموکرات چون آمریکا یا کشورهای اروپایی زندانی سیاسی وجود نداره، تو زندان هم شکنجه صورت نمیگیره. یعنی میشه چون این مسئله یا با دوران شاهنشاهی در ایران همتراز دونست؟ والا وقت صحبت دموکراسی میشه و آزادی میشه، این رو باید در شرایط مختلف، شرایط جغرافیایی، ممالک مختلف، نوعش خیلی زیاد میتونه فرق بکنه. احتمالاً یه تعدادی هم ناراضی بودن که تو همه دنیا ناراضن، شما مسئله امریکا رو زدید، تو امریکا زندانی سیاسی داریم، آقا بی خود میگن نداریم، ناراضی هم زیاد داریم، بازم بی خود میگن نداریم، منتاش نوع سیستم اجتماعی ممالک مختلف با هم دیگه فرق میکنه. ما یه فرم دیگه زندگی میکردیم، اینا یه فرم دیگه. من بسیار زیاد راضی بودم از اون چی که گذشت، قبولم دارم که اشکالم داشتیم. بله، مشاهده کردید که بعد از 30 سال ایشون معتقد هستن که آقای تیمسار روحانی که هنوز سلطنت سقوط نکرده و نظام پادشاهی اینجا انشالله نیز سقوط نخواهد کرد. ببینید ایشون یکی از طرفداران نظام استبدادی پیشینه و هیچ تعجبی هم نداره. حتی من شنیدم صدام حسین نیز در خود عراق یک سری طرفدارانی داره. من با توجه به توضیحاتی که آقای تیمسار روحانی انجام میدادن، من ایشون رو به سمت وزیر اطلاعات بودن در جمهوری اسلامی توصیه میکنم که ایشون میتونن یک مقام امنیتی آنچنان که مورد پسند جمهوری اسلامی هست باشه، چون خیلی خوب نقض حقوق بشر رو در دوران شاه، دیکتاتوری شاه رو دارن تلطیف میکنن، نقض حقوق بشر رو به زعم خودشون دارن توجیه میکنن. الو الو بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. درود بر شما. این جوکی که الان برای ما گوشیم واقعا بسیار جالب بود. این باقی مانده های سلطنت دیگه الان در خارج کشور واقعا هم از جوک‌تر میگن، پرت و پلا میگن. نمونه شکلی از همین حقای اول بود، حقای دوم، این هم که یک دیوانه، حقای سوم میگه اصلا دیکتاتوری تو ایران نبود، بعد میگه زندانی سیاسی نداشتیم، بعد میگن که داشتیم، بعد میگن آمریکا هم زندانی سیاسی هست، چیزه هست. اینا نظام مخصوص به خودشون دارن، ما هم مخصوصی تو نظام شاهنشاهی که در ایران هست تو اون منطقه میشه یک مخالف سیاسی رو که مثلا مخالف نظام شاهنشاهی باشه بود شکنجه کرد، اعدام کرد و نداشت تو اون منطقه میشه. ببینید اینا واقعا وقتی که میگن ما میخوایم برگردیم به حکومت سلطنت یعنی همین، یعنی اینا اگه بیان قسم بخورن ما سکولاریم، ما دیگه شکنجه نمی کنیم، شاه بدان بود، هیچ وقت باور نکنیم. اینا میخوان برگردن دوباره به نظام شاهنشاهی، یعنی نظامی که دیکتاتوری هست، اعدام هست، شکنجه مخالف هست، صحبت نمیتونی بکنی، فقط آخوند و آخوند درباری و غیره خودشون میتونن صحبت کنن، یک حزب هم هست، اونم حزب رستاخیز که بعدش هم اونم منحل میکنن. کل کسایی که سلطنت طلب هستن آخر حرفشون همینه. به نظر من این آقا سابقتر از همه سلطنت طلب هست. اون چیزی که میخواسته که میگه در اون منطقه حکومت باید اینجوری باشه. شما میگید اینجا آمریکا شکنجه نیست، اعدام نیست، مثلا میگه ببین اینجا اینا اینجوری هن شکنجه نمی کنن، ولی ما تو اون منطقه باید شکنجه بکنیم. حکومتی که اینا میخوان بدن دیره. ولی من برمیگردم روی حرف اولتون، این نامه صدای من میاد نه؟ بله من صداتون رو دارم آقای آذری گرامی، ادامه بدید لطفا. بله. ببینید حکومت های طبقاتی در کل تاریخ همیشه همینطوری بوده، وقتی که نمیتونستن جواب مردم رو بدن همیشه حمله میکردن به کشورهای دیگه. مثلا در اسلام یا در زمان کوروش و در زمان اسکندر همین بوده، وقتی اسکندر نتون دو قسمت های خودش رو به مردم خودش برونده گفت من حمله میکنم،
حمله کرد، تمام دنیا رو گرفت، ایران رو گرفت، بعد طلاهای ایران رو برداشت برد مثلا توی اونجا پخش کردن، مردم تونستن 10 سالی 20 سالی بالاخره چند صد سالی زندگی کنن و زندگی ندارن. در زمان حضرت محمد هم همینطوری بود، وقتی محمد عربستان گرفت دیگه جواب نداشت، مردم داشتن کم کم بلند میشدن گفتن نمیخوام آب، میخوام زندگی، میخوام دو بیا حمله میکنم الان براتون ایران. رفت ایران حمله کرد، یه چند سوایی بالاخره کشور ایران رو از اینجا طلا بردن، فلان بردن، شکنجه کردن، اینجا رو گفتن اینا سیدن، اونا غیر سیدن. این همه چنگیز خان مغول هم همین کار کرد، وقتی نتونست جواب مردم مغولستان بده حمله کرد دنیا رو گرفت. هیتلر هم همین کار کرد، وقتی نتونست جواب مردم آلمان رو بده دشمن خارجی درست کرد، اون فرانسه و انگلیس و آمریکا دشمن ما، من باید حمله کنم اینجا. امروز کشورهای سرمایه‌داری به بن‌بست رسیدن. نگاه بکنید تو خود همین آمریکا که مدینه فاضله هست برای سرمایه‌داری و همه مردم میگن آقا سرمایه‌داری بهترین جای آمریکاست، حداقل به گفته خودشون 20 میلیون 30 میلیون فقط بیکار است، 50 میلیون به گفته خود آمار سنای آمریکا گرسنه تو آمریکاست. این شب گرسنه. آقای آذری صدای منو دارید؟ آقای آذری جواب چون نداره بده، باید یک دشمن خارجی درست بکنه. دشمن کیه؟ آقا ایرانه. آقای آذری عزیز صدای منو دارید؟ آقای آذری مردم نون ندارن، غذا ندارن بخورن، آزادی نیست، میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. یه دشمن خارجی همیشه این جوامع طبقاتی، دولت‌های طبقاتی رو درست بکنن که این همه اعتاب رو بذارن به طرف دشمن خارجی. اینی که امروز و عقیده من اینا اومدن اعلام کردن که یه آقای عرب سیاری اومده و نمیدونم میخواسته، تازه میگم میخواسته، امروز نکرد این کارو، میخواسته یه دونه یکی رو ترور بکنه و اینو میخوان به قول شما ربطش بدن که فردا با مجاهدین و غیره به ایران حمله بکنن، این به عقیده من حرف درستی. اما آیا که واقعا میخوان این کارو بکنن؟ من نمیدونم چه شرایط اصلا جامعه آمریکا، مردم آمریکا آماده هستن که دوباره داخل یه جنگ دیگه ای بشن. اینا دارن به عقیده من امتحان میکنن، دارن میخوان ببینن که چه ریاکشنی، چه عکس العملی از طرف مردم آمریکا میگیرن. آیا مردم آمریکا رو میتونن الان چه ریختن تو خیابونای نیویورک و واشنگتن و دنور و تمام خیابونا و حتی در دنیا ریختن، میگن آقا جواب ما رو بدید، ما گرسنه هستیم، ما 99% هستیم، شما 1% هستیم، پول ما رو همه رو تو بانک ها ریختیم. میخوان ببینن چه ریاکشنی میاد، آیا میتونن این تمام این توجه رو به طرف یک دشمن خارجی مثل ایران جلب کنن و یه جنگ دیگه ای را بندازن. حالا آیا بتونن این کار رو بکنن یا نتونن من نمیدونم، ولی مثل که تاوال نمیتونن، چون الان همین روزا تو خیابونای آمریکا شلوغه. اینا جواب مردم آمریکا رو ندارن بدن، ولی همین که شما گفتی درسته، اینا دارن ذهنها رو آماده میکنن، مردم آمریکا رو آماده میکنن که این بحران اقتصادی رو، بقیه من این بحران اقتصادی حل شدنی نیست، امکان نداره این بحرانی که الان وجود داره حل بشه، چون ده ها میلیون نفر خونهشون از دست دادن. چجوری الان اینا دوباره میخوان خونه بدن به اینا؟ کار ندارن، هیچی ندارن. اینا حتما اگر بخوان از این بحران بیان بیرون به یه جنگ احتیاج دارن. آیا میتونن این جنگ رو راه بندازن و پیروز شدن مردم پشت خودشون بندازن؟ به نظر من این مسئله مهمیه. مردم نه در ایران، نه در آمریکا و نه مردم اسرائیل زیر بار یک جنگ خارجی نخواهند رفت. و اینه که به عقیده من دشمن واقعی مردم خود حکومت ها هستن، در ایران دشمن واقعیشون خود آخونده و میلیاردرها هستن، در اسرائیل دشمنشون عربا نیستن، خود حکومت اسرائیل هست، و در آمریکا هم دشمنشون همون 1% هستن که میلیارد دلار تو بانک ریختن، تو کارهاشون دارن زندگی میکنن و مردم آسیب و واسیب شدن، خونه‌هاشون از دست دادن، زندگیشون از دست دادن، دست به خودکشی دارن میزنن. مردم باید واقعا بدونن که دشمن خارجی وجود نداره، دشمن با امید ممکن هم وجود داشته باشه، ولی اول باید از دشمن این تکلیف خودشون با دشمن داخلی بود. آقای آذری عزیز، شما به عنوان یه شهروند ایرانی موافق حمله احتمالی امریکا به ایران هستید یا نه؟ من معتقدم اگر الان جمهوری اسلامی منتظره که یک حمله خارجی بهش بشه، جمهوری اسلامی الان اگر امریکا بهش حمله کنه به عقیده من قوی‌تر میشه، مگر اینکه سرنگون بشه.
کنه. تازه اگرم سرنگون بشه یه چیزی مثل حکومت صدام میشه، سرنگون شد. مردم عراق امروز صدها برابر بدتر از زمان صدام هستن. یعنی اگر حمله آمریکا به ایران بشه، اگر جمهوری اسلامی سرنگون نشه که جمهوری اسلامی قوی میشه. چون میگه ما با دشمن خارجی آمریکا داریم میجنگیم، تمام مردم میره پشت خودش، میگه ما دشمن خارجی. مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو تعریف کنن فوری میان به طرف آمریکا، به حق هم دارم. میگه چرا اصلا آمریکا داره با ما حمله میکنه؟ حالا این حکومت در آمریکا چه حرفی داره بیاد جواب؟ ما خودمون چه حکومت سرنگون کنیم؟ این یکی. اگر سرنگونش بکنه مجاهدین خواهد بود، مجاهد کلبی میبره اونجا، یه حکومتی مثل همین حکومت عراق یا افغانستان درست میکنه. یعنی به هر دلیل، اگر به هر طریق، اگر آمریکا به ایران حمله میکنه یا اسرائیل یا هر کشوری دیگه به ایران حمله میکنه، باعث بدبختی و بیچارگی مردم ایران خواهد شد. و من مخالف هر حمله نظامی به هر کشوری هستم. مثلا هیچ کشوری حق نداره به کشور دیگه حمله کنه. مردم ایران، اگه اینا مردم ایران آزاد بذارن، مردم ایران از پس این حکومت در میاد خیلی راحت. ولی اینا فوری تا مردم میخوان حکومت سرنگون بکنن، فوری به سازمان اطلاعات جنبش سبز درست میکنن، نمیدونم محسن سازگارا رو میان اینجا، ملی اسلامی ها رو قوی میکنن، تمامی کارا رو میکنن که این اینا مردم نتونن این راستن میکنن. از صدق آمریکا پخش میکنه این ادامه رو اونجا که بعد اصلا انقلاب، بعد سرنگونی، بعد شما با همین حکومت بسازید که بعد رای بگید رفراندوم تنورهای مردم. این تبلیغاتی است که خود آمریکا و اسرائیل و دیگران دارن میکنن که این حکومت رو با یک انقلاب سرنگون نکنن. یه رفرمی توش میشه و اگر هم میخواد سرنگون بشه خودشون سرنگون کنن که بتونن یه حکومتی مثل چلبی و مجاهدی و مثل محسن سازگار و سبز و غیره رو بذارن جای اون، همونطور که شاه رو برداشتن خمینی رو گذاشتن جاش. یعنی مردم وقتی اومدن گفتن مرگ بر شاه، نداشتن، فوری خمینی رو علم کردن. گفتن که حالا اگه شاه رو نمیخواید بختیار، بختیار نمیخواید خمینی، مردم رو مجبور شدن که برن دنبال خمینی. خیلی ممنونم خیلی ممنونم آقای آذری جرامی، خیلی تشکر میکنم از اینکه به در این برنامه شرکت کردید. سپاسگزارم. همیهنان عزیز، وقت برنامه من هم تموم شد. از همه دوستانی که محبت میکنن و به این برنامه گوش میکنن، توجه میکنن، کمال سپاسگزاری دارم. از مدیریت محترم تلویزیون آقای سوری که زحمت میکشن و این برنامه رو به اصطلاح روی ایر میبرن تشکر میکنم. دوستان عزیز، این برنامه همچنان نیاز به یاری شما داره و از همیهنان عزیز تقاضا میکنم برای ادامه این برنامه، این برنامه را یاری کنید و میتونید با تلویزیون صحبت کنید تا برای که این صدا همچنان باقی بمونه. و اگر احساس میکنید که این صدا واقعا ارزش باقی موندن رو داره، این صدا صدای آزادی خواهی است، این صدا صدای آزادی خواهی و دموکراسی خواهی و عشق به انسانیت، این صدا را یاری کنید. پس شعار ما نه چروبی نه موسوی، مرد بر این دو مزدور، یادمون نره. تا دوشنبه دیگه همه شما عزیزان را به خدای ایران می سپارم.